امشب با آقای مسیحزاد، طراح جوان مد و لباس در آمریکا گفتگو میکنم. او که همواره به طراحی و هنر علاقمند بود، در سال 2003 با آمریکا اومد و فعالیت‌های حرفه‌ای خود رو در لس آنجلس آغاز کرد. مسیحزاد که چند سالی با بیژن، طراح مشهور ایرانی در بیورلی هیلز همکاری داشت، مدتی است که مارک اختصاصی خود را راه اندازی کرده و به طراحی لباس برای مشتریان ویژه‌اش می‌پردازه. او سابقه همکاری با طراحان مشهوری چون کالوین کلاین، کنت کول و دومینیکو دولچه را در کارنامه حرفه‌ایش داره و تعدادی از ستارگان هالیوود هم لباس‌های او را برتن کردند. مسیحزاد، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در لس آنجلس با ما هستید. خواهش میکنم. عرض سلام خسته نباشید دارم نسبت به شما بنود عزیز و تمامی بینندگان برنامه شبانه. خب اگه موافق باشید یه مقدار درباره اون سالهایی که شما در ایران زندگی میکردید صحبت کنیم. مثلا چطور به هنر و طراحی علاقمند شدید؟ چه انگیزه هایی از ورود به این عرصه داشتین؟ خب والا عرض کنم خدمتت، خب همونطور که میدونی من متولد بزرگ شده اصفهان هستم و خب شاید بزرگ شدن توی همچین محیطی خب خیلی به من کمک کرد که بتونم یواش یواش خواسته یا نخواسته به کلن هنر ایرانی خیلی علاقه من شم. خب همونجور که میدونین شاید 25% تا 30% آدم هایی که توی اصفهان زندگی میکنن شاید به طور غیر عادی یا خواسته یا ناخواسته به هنر یه جوری ارتباط دارن. حالا میتونه اون هنر حرفشون باشه، میتونه کارشون باشه، میتونه سرگرمیشون باشه. خب این یه نکته خیلی خوبی بود برای من که من بتونم یواش یواش به هنر علاقه من بشم. آیزا، چرا تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید و در نهایت به آمریکا اومدید؟ چه انگیزه از این مهاجرت داشتید و شروع زندگی دوباره در آمریکا؟ بعد عرض کنم خدمتتون که شاید هدف اصلی که ما داشتیم خب مثل بقیه آدمایی که مهاجرت میکنن شاید این نباشه که ما تصمیم داشتیم ایران رو ترک کنیم. شاید هدف اصلی که داشتیم این بود که به یه زندگی برسیم که شاید هدفایی که داریم و اون آرمانهایی که مخصوصا من خودم توی زندگی دارم و بتونم توی این محیط که محیط بازتری هست راحت‌تر انجام بدم. درباره شروع کارتون اینجا صحبت بکنید. اصلا چطور وارد طراحی مد و لباس شدید؟ گویا شما مدتی با بیژن، طراح معروف ایرانی هم همکاری میکردید. اصلا چطور این چم و خم راه رو یاد گرفتین؟ خب ببینید، من سال 2003 که اومدم آمریکا، خب شاید بگم که دلیل اصلی که من توی این راه اومدم خب اون علاقه قلبی من به شاید طراحی لباس یا شاید عرض کنم خدمتتون که رنگ‌های مختلف پارچه ها بود. خب یواش یواش خب با تلاش زیاد آدم شروع کردم برای طراحای خیلی شاید عرض کنم کمتر، کسایی که معروف خیلی نبودن کار کردم و خب یواش یواش این کارم رو بیشتر کردم، تونستم با طراحای مختلفی کار بکنم و خب این فرصت رو پیدا کردم که بتونم با خب طراحای خیلی ویلنونی آشنا بشم و بتونم از تجربیات اینا استفاده ای بکنم. در رابطه با همکاریتون با آقای بیژن چه توضیحی دارید؟ حالا من میتونم در رابطه با رابطه و همکاریم با جناب آقای بیژن شاید نکته‌ای که میتونم خیلی به اون اشاره بکنم شاید اون دوستی خالصانه بین من و ایشون باشه که خب ایشون همیشه مثل برادر بزرگتری برای من بودن و خب این فرصت رو به من داد که مدتی زیر نظر ایشون کار بکنم و خب
به جز اون تو این فرصت میتونستم که از تجربیات ایشون خیلی استفاده بکنم. حالا این تجربیات میتونست عرض کنم خدمتتون که راه و روش فروش لباس یا شاید اون گسترش ذوق و سلیقه طراح لباس در رابطه با اون طراحی لباس باشه. شما در کارنامه هنریتون خب سابقه فعالیت برای گروهی از طراحان مطرح رو دارید. اصولا این نحوه همکاری چگونه است آقای مسیزا؟ یعنی چگونه شما طرحهای خودت رو به اینها ارائه میدین؟ چگونه استقبال میشه؟ اصلا این پروسه چیه؟ خب طراحهای بزرگ اولی که به یه جایی میرسه که دیگه خودشون شاید فقط اون نظر آخریه رو بدن روی اون لباسایی که طراحی شده. به خاطر همین همیشه دنبال طراحهای دیگه هستن که بتونن شاید اون طراحها نظراتی داشته باشن و اون ایده هایی داشته باشن که نزدیک باشه به طراحی های اون چیزهایی که خب اونا دوست دارن. خب همیشه شما میتونین طراحی هایی که کردین برای اینو بفرستین و نسبت به کارهایی که میکنین و اون اکسپریانسی که دارین خب تصمیم با اونایی که بتونن به شما شاید کار بدن یا از اون طرحی که شما دارین استفاده بکنن برای برندشون. من میدونم شما مشتریان خاصی دارید، گروهی از ستارگان هالیوود، بازیگران سینما و افراد مشهور. چگونه با اینها در تماس هستید و برای که بینندگان ما یه مقدار در جریان این کارهای شما قرار بگیرن توضیح میدید با چه افرادی کار کردید تا حالا و برای چه کسانی طراحی کردید؟ عرض کنم خدمت بنود عزیز، خب ببینید کار کردن و شاید طراحی کردن و شاید رابطه برقرار کردن با طراحان بزرگ و خب شاید آدمای مشهوری که خب این دور بر زندگی میکنن یا خب کسایی که کلا توی این بیزینس هستن، خب این یه فرصتی برای من ایجاد میکنه که یه رابطه ایجاد بکنم با آدمای مشهوری که حالا هستن یا آدمایی که توی سینما هستن یا آدمایی که توی عرض کنم زمینهای مختلف کار میکنن. خب این بستگی خب شخصیت و اون پرسونالیتی یه طرف داره که بتونه خب چجوری این رابطه ها رو برقرار بکنه. خب من خیلی خوش شانس بودم و که تونستم یه همچین رابطه های برقرار بکنم. چقدر اون وقت اهمیت داره وقتی که یک هنرپیشه یا یک ستاره یکی از کارهای شما رو میپوشه یا علاقمند به طرحاتون میشه، از نظر حرفه‌ای چقدر مهمه براتون؟ شاید بگم مهمترین پارت این باشه که نه به خاطر اینکه من یه طرحی درست کردم برای یه کسی، شاید به نظر من برای خودم مهمترین اون چی میگن فلسفه‌ای که پشت این قضیه هست، به نظر من مهمترینش اینه که شاید یه ایرونی تونسته به جایی برسه که شاید بتونه یه ارتباطی با این هنرمندا ایجاد بکنه یا خب شاید بتونه عرض کنم خدمتتون که لباسی برای اینا طراحی بکنه. خاطر فکر میکنم در مرحله اول اون ارزش این برای من خود بیشتره که خب شاید یه ایرونی که هموطن من هست بتونه همچین کاری بکنه.